یک کتاب خودیاری برای همه جوامع مشکل ما چیه؟ نوشته ی تیم اوربان کتاب مشکل ما چیه؟ دیدگاه با و منحصر به فرد به وضعیت عجیب و غریب دنیای مدرنی که در اون زندگی میکنیم داره. نویسنده با استفاده از سبک کمدی نمادین از مشاهدات تئوری سیاسی، روانشناسی، تاریخ و رویدادهای امروزی استفاده میکنه تا توضیح بده که چه اتفاقی در جامعه ما در حال رخ دادنه و برای اصلاحش ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. از آنچه که در این دنیای دیوانه میگذارد آگاه شوید و کمک کنید که جامعه به سوی آینده روشنتر هدایت شود. کتابی رو تصور کنید که هزار صفحه داره این کتاب تمام دویست هزار سال زندگی بشر رو در بر میگیره. در هر صفحه حدود دویست و پنجاه سال گنجونده شده. بیشترین بخش کتاب رو سالهای شکارچی گردآورنده هستند. انقلاب کشاورزی که به نظر ما تاریخ باستان از اونجا شروع میشه، صفحه 950 شروع میشه و صفحه هزار تموم تاریخ ایالات متحده از دهه 1770 تا به امروز رو در بر میگیره. احتمالا متوجه شدید که پایان این کتاب بسیار شلوغتر شده و چند دلیل هیجان انگیز و ترسناک داره. اول تکنولوژی به شکل تصاعدی رو به افزایشه. جهشی که از صفحه 999 به صفحه 1000 داشتیم خیلی بزرگتر از سایر صفحات بود. دوما این تکنولوژی جدید خطرات بزرگی در خودش داره. صفحه 1001 هم میتونه آرمان شهر تکنولوژی باشه و هم یک کابوس ویرانگر. مشکل اینجاست که ما این کتاب رو نمیخونیم بلکه در حال نوشتنش هستیم و در حال حاضر تعدادی کودکان نوپا لوس و نابالغ دارن این کتاب رو می نویزن. همونطور که میبینید جامعه اونطور که ما میخوایم بالغ نمیشه قبیل گرایی اخبار نادرست نهادها و تفرقه سیاسی تنها بخشی از مشکلاتیه که روزگار پرفراز و نشیب ما رو تعریف میکنه در این خلاصه کتاب متوجه میشید که واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن در جامعه است از طرز تفکرمون گرفته تا نظام سیاسی تفرقه برانگیز و جریانات اخیل عدالت اجتماعی ما امیدواریم که راه جدیدی برای دیدن جهان پیدا کنید و کمک کنید که صفحه هزار و یک رو خوب بنویسیم خب سلام سلام امیدوارم حال احوالتون عالی باشه و امیدوارم که بتونیم باز هم نکات خیلی خوبی رو کنار همدیگه یاد بگیریم شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب های صوتی تمام پکیج‌های های آموزشی و پادکست های ما به سایت سوخت مراجعه کنید با ما همراه باشید درس شماره یک نردبان تفکر تا به حال به پروانه دقت کردید که بیهوده به سمت نور پرواز کنه پروانه نادان اما چیزی که باعث میشه که پروانه این کار رو انجام بده چیه؟ قرایز بدوی پروانه یعنی میل به پرواز به سمت نور ما اما متاسفانه قرایز پروانه با تغییرات جهان سازگار نبوده خصوصا که در چند قرن اخیر نورهای غیر از نور ما بسیار زیاد شدن. همه ما به نوعی با پروانه تفاوت چندانی نداریم. همه ما ذهن بدوی داریم که به امیال اولیه و فوری ما مانند غذا خوردن، تولید مثل و زنده موندن توجه داره. این ذهن همیشه وجود داشته و تا به امروز هم تونسته ما رو به خوبی زنده نگه داره. اما به خاطر انفجار سواد و تکنولوژی در سالهای اخیر ما دنیایی به وجود آوردیم که این ذهن بدوی برای زندگی در اون ساخته نشده این دنیا برای یک ذهن برتر ساخته شده ذهن برتر ما تواناییمون برای تفکر عینی تجزیه و تحلیل جهان و یادگیری از تجربیات گذشته رو کنترل میکنه ذهن بدویتون به شما میگه که کل بسته اسمارتیز رو بخورید اما ذهن برتر بهتون هشدار میده که احتمالا این ایده ایده چندان خوبی نیست این دو ذهن دائما با هم در تضاد هستند و برنده اون ذهنیه که تصمیم میگیره که شما چطور فکر کنید چطور تصمیم بگیرید و چطور باورهاتون رو شکل بدید میتونید به چشم یک نردبان چهار پله ای بهش نگاه کنید وقتی رو پله بالایی ایستادید ذهن برترتون اوزار رو کاملا تحت کنترلتون داره وقتی روی پله بالایی ایستاده باشید شواهد و مدارک رو کاملا منطقی بررسی میکنید و احساساتتون رو از همه چیز جدا میکنید و با میل شدیدی که به یافتن حقیقت دارید نتیجه گیری میکنید بیایید این مرحله رو تفکر به روش دانشمندان بنامیم یک پله از نردبان پایین برید ذهن برترتون هنوز اوزار رو تحت کنترل داره اما ذهن بدویتون هم همچنان مشغول حرف زدنه بیاید این مرحله رو تفکر به روش طرفداران ورزش بنامیم طرفداران ورزش قوانین بازی رو میدونن و بهش احترام میذارن اما با این حال بازم میخوان که تیم خودشون برنده مسابقه بشه طرفداران یک تیم نمیتونن بیطرف باشن و در معرض سوگیری تعییدی قرار دارن یک متفکر درجه اول متفکر به روش دانشمندان منظورمه از چنین چیزی دوری میکنه یک پله که پایین تر برید وارد مرحله سوم میشید و از اینجاست از که مشکلات شروع میشن حالا شما مثل یک وکیل فکر میکنید شما درباره یک موضوع بحث میکنید و ازش دفاع میکنید فارغ از اینکه اون موضوع درست و منطقی باشه یا خیر انگیزه شما برای رسیدن به حقیقت و کشف درست و غلط نیست بلکه موظف به دفاع کردن هستید در این پله کسایی رو میبینید که ادعا میکنند زمین گرد نیست بلکه همواره کسایی که فکر میکنن سازمان سیاه داره اونا رو تغییب میکنه و هیچ گواه و مدرکی هم نمیتونه نظرشون رو تغییر بده در نهایت هم در پله چهارم ذهن بدوی همه چیز رو کنترل میکنه و شما مثل یک فرد متاسف فکر میکنید باورها و اعتقاداتتون حکم فرزندانتون رو دارن و هیچکس نمیتونه اونا رو رد کنه برای اثبات خودتون نیاز به دلیل و منطق و تحقیق ندارید میدونید که حق با شماست هر گونه موافقتی رو بدون قید و شرط میپذیرید و هر گونه چالش یا انتقادی رو به عنوان یک حمله به شخص خودتون در نظر میگیرید وقتی جهان رو از دید این نردبان چهار پله ای و جایگاه مردم در این نردبان ببینید مشکلات رو از این جهت میبینید دیگه برای علت مشکلات رو در این نمیبینید که مردم به چی فکر میکنند بلکه علت رو این میدونید که مردم چطور فکر میکنند فرقی نمیکنه که موضوع تغییرات آب و هوایی باشه یا سخت جنین یا هر ماجرای دیگه‌ای که در سیاست بازار داغی داره اگر از خودتون بپرسید که فرد در کدوم مرحله قرار داره همه چیز خیلی معنادارتر میشه اینجاست که تازه مشکلات خودمون رو میبینیم و میفهمیم که جامعهمون دچار چه مشکلاتیه اخیرا تعداد کسانی که در دو پله پایینتر نردمان ایستادن بیشتر شده تیم اوربان نویسنده این کتاب این دسته از آدمها رو متفکران رده پایین مینامه این نردبان رو توی ذهنتون داشته باشید در ادامه به علل و پیامدهای این روند نگران کننده میپردازیم و بیشتر راجع به این نردبان حرف میزنیم درس شماره دو جایی که همه اشتباهات از آنجا شروع شد طبیعت انسان ثابته و عمدتا سازگار هم است وقتی که طبیعت انسان در محیطهای مختلف قرار میگیره رفتار آدمها هم تغییر میکنه با این حساب چه چیزی در محیط ما تغییر کرده که باعث شده تعداد این متفکران رده پایین افزایش پیدا کنند طی چند دهه گذشته در ایالات متحده آمریکا چند تغییر و تحول اساسی رخ داده اول اینکه جامعه به سمت قبیله‌گرایی متمرکز شده و تغییر جهت داده منظور از این حرف چیه در طول تاریخ آمریکا درگیری های سیاسی داخلی زیادی اتفاق افتاده مثل جنگ داخلی آمریکا درگیری خارجی هم زمانی بود که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد متفکران رده پایین همیشه باید یک دشمن داشته باشن که باش بجنگن وقتی که جنگ قرن بیستم به پایان رسید دیگه کسی نبود که بخوام باش مبارزه کنن و تموم مشکلات رو گردنش بندسن بنابراین مردم در اطرافشون دنبال کسی گشتن که باهاش بجنگن مثل این میمونه که توی مدرسه از خواهرتون در برابر قلورها حسابی دفاع کنید اما باز هم توی خونه با هم کلی دعوا داشته باشید پس آمریکایی ها هم هنوز دنبال درگیری سیاستی هستن با این تفاوت که این بار تهدید خارجی ثابتی در کار نیست این موضوع باعث شده که احزاب سیاسی از نظر ایدئولوژی پاکسازی بشن چون ها میخوان در برابر تهدیدها با هم متحد بشن و اینجاست که شکاف قبیله متمرکز بین چپ و راست رو در آمریکا میبینیم دومین تغییر محیطی اینه که همین قبیله گرایی متمرکز به قبیله گرایی افراطی تبدیل شده نسل گذشته نسبت به قبل بیشتر در حال حرکته یعنی احتمال اینکه مردم بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه سفر برن یا در شهر دیگه زندگی کنن بیشتر شده و مشکل اینجاست که وقتی امکان زندگی در مناطق مختلف به آدم ها داده بشه احتمال اینکه مردم به جای مهاجرت کنن که مثل ساکنین اونجا فکر کنن خیلی بالاست همینطور که میبینید احزاب سیاسی قطبی تر شدن و وابستگی سیاسی مردم به بخشی از هویتشون تبدیل شده. همه این موارد باعث تقویت این گرایش شده که مردم در جوامع زندگی کنند که دیدگاه سیاسی مشترکی با هم دیگه دارن بنابراین ما اتاق اکو داریم یعنی محل پرورش متفکرانی که فقط میخوان صدای خودشون منعکس بشه و نمیخوان که تفکرات مقدسشون هیچ وقت به چالش کشیده بشه و همین باعث میشه که مردم افراطی تر از قبل بشن یعنی همون قبیله گرایی افراطی که امروز داریم میبینیم رشد گسترده تکنولوژی هم مدام هیزم به آتش این قبیله گرایی اضافه میکنه چون ما امروزه میتونیم راحت رسانه های مورد نظرمون رو پیدا کنیم وقتی اخبار برای سرگرم کردن یک گروه خاص یا پیشبرد یک برنامه سیاسی طراحی بشه مردم هم به راحتی رسانه های مرتبط با عقایدشون رو پیدا میکنن و وارد اتاق اکوشون میشن به لطف الگوریتم های اینترنتی دیگه حتی نیازی نیست که مردم دنبال رسانه هایی بگردن که با افکارشون همسوست این اخبار خود به خود در صفحه توییتر و اینستاگرامشون ظاهر میشه ما در جهانی زندگی میکنیم که دو قبیله اصلی رقیب اساسا در واقعیت های جداگونه زندگی می کنند و این جهان جای مناسبی برای متفکران رده بالا نیست که با گفتگوی آزاد و آزادی بیان روش می کنند. بنابراین ما در حال حرکت رو به پایین هستیم. این شکاف های قبیله هر روز بیشتر از قبل شدت میگیره و مردم به خون جبهه مقابل تشنه هستند. در بخش بعدی برخی از پیامدهای حقیقی این موضوع بر چشماندازهای اجتماعی امروز رو بررسی می‌کنیم. درس شماره سه بنیادگرایی جمهوری خواهان و عدالت اجتماعی بیاید مثال نردبون رو به روی دیدگاه های سیاسی افراطی اعمال کنیم بهراحتی میشه به نگرش های بنیادگرا نگاه کرد و در مورد راست افراطی یا چپ افراطی صحبت کرد اما یک راه بهترینه که اونها رو به عنوان رده پایین چپ و رده پایین راست در نظر گرفت و این یعنی نحوه فکر کردن اونها رو در نظر بگیریم و نه محتوای تفکراتشون از اونجایی که این موضوع موضوع حساسی هستش نویسنده از شما میخواد که با ذهن باز به ماجرا نگاه کنید برای اینکه عدالت برقرار بشه و همه رو به یک اندازه ناراحت کنیم بیایید به تفکر رده پایین مدرن از هر دو طرف طیف سیاسی نگاه کنیم اول بیایید در مورد اونچه که نویسنده اون رو بنیادگرایان جمهوری خواه مینامه صحبت کنیم مشخص اونها تفکرشون تفکر سفت و سخت اما ساده انگاران است که همراه با جهان بینی سیاه یا سفید همراهه این موضوع با واکنش های مبهم و ترسافرین به جنگ سرد آغاز شد اما با ظهور عوام فریبانه ترامپ و یورش هوادارانش به ساختمان کنگره به اوج خودش رسید این دسته از افراد به ندرت طوری رفتار میکنند که از یک متفکر رده بالا که مثل دانشمند فکر میکنه سر بزنه حالا بیایید نگاهی به چپ سیاسی بندازیم بحث کردن با اصول جنبش عدالت اجتماعی لیبرال دشواره تلاش برای اصلاح یک سیستم نابرابر باید کار جالبی باشه اما مشکل نویسنده با چیزیه که اون رو بنیادگرایان عدالت اجتماعی مینامه این متفکران جامعه رو با یک نیروی اجتماعی اساسی اداره میکنند چیزی مثل پدرسالاری که به اندازه نیروی جاذبه زمین حقیقت داره و غیرقابل انکاره یک بنیادگرای عدالت اجتماعی نمیپرسه که این آدم نجات پرست هست یا نه بلکه میپرسه چی شد که این آدم نجات پرست شد حالا هر دوی این جریانات اصولگرا از مصادیق تفکر رده پایین هستند این نوع تفکر غیر علمی هستش جای برای آزمایش فرضیه ها یا استقبال از ایده های جایگزین باقی نمیذاره به علاوه کاری میکنه که کسایی که مثل اونها فکر نمیکنن از بقیه جدا بیفتن اما به یاد داشته باشین که همه این موارد موضوعات پیچیده ای هستن که جزئیات هر کدوم خیلی بیشتر از چیزیه که در اینجا بگنجه. نکته ای که نویسنده بهش اشاره میکنه اینه که به نظر میرسه که تعداد کسانی که تفکرات رده پایین دارن زیاده و تأثیر قابل توجهی روی تصمیم گیری های جمعی دارن. در بخش پایانی در مورد کارهایی حرف میزنیم که با انجامشون میتونید کمی با این موضوع مقابله کنید و جامعه رو بهبود ببخشید. درس شماره چهار دنیا را جای بهتری کنید. زابل مسالی است که کل طبقات جامعه رو خلاصه میکنه. آدمهای عاقل روزهای خوبی میسازن. آدمهای نادان روزهای بدی رو به وجود میارن و از دل این روزهای بد آدمهای عاقلی متولد میشن. نمیشه که از آدمهای نادان به مردمان عاقل برسیم بدون اینکه روزهای بدی رو پشت سر بذاریم؟ علیرغم همه مشکلاتی که با هم اونها رو بررسی کردیم، نویسنده در این باره خوشبینه. اکثر مردم از همه اخشار از این وضعیت خسته میشن پیر و جوان، سیاه پوست و سفید پوست، محافظ کار و لیبرار به سودی بسیاری از مردم میخوان که این مزخرفات به پایان برسن و اینترنت هم با وجود این که تا حدی مسئول این آشفتگی هستش اما هنوز همین ظرفیت رو داره که شعله های آزادی بیان رو روشن نگه داره آمریکا و سایر دموکراسی های لیبرال همیشه مشکلات سخت زیادی دارند و مشکلاتی که ما اونها رو بررسی کردیم مشکلات جدید و مربوط به زمان حال هستند. دلیلی وجود نداره که فکر کنیم همیشه شب باقی میمونه و هیچ وقت صبح نمیشه اما برای درست کردن اوضا از کجا شروع کنیم؟ قبل از هر چیزی به آگاهی نیاز داریم و آگاهی هم از فروتنی شروع میشه. همه ما به دلایلی به نوعی متفکر رده پایین هستیم. همه ای ما به دنبال اطلاعاتی هستیم که باورهای ما رو تایید کنه و گاهی هم کورکورانه تعصب باورهامون رو کشیم. همه ای ما مقرز و ریاکار هستیم چون هممون انسانیم. پس قبول کنید. به خودتون نگاه کنید و ببینید که شما چطور فکر کنید. یه کار مثبت که میتونید بکنید اینه که یکی از باورهای بدیهیتون رو انتخاب کنید و از خودتون مدام بپرسید چرا؟ چرا به چنین چیزی اعتقاد دارید؟ و ببینید به کدام پله از نردبانی که توصیف کردیم تعلق دارید. اگه به پله های پایین تعلق داشتید آماده ی تغییر باشید. نردبان ها برای بالا رفتن و سعود طراحی شدن. سعی کنید از جایی که هستید یک پله بالاتر بروید. وقتی که آگاهی درونی لازم را به دست آوردید باید به بیرون از خودتون نگاه کنید که البته این کار جسارت میخواد. اگر حرف نزنید نمیتونید تاثیرگذار باشید. برای شروع حرفی نزنید که بهش باور ندارید راحت به نظر میاد اما مخالفت کردن با جمع کار سخت و ترسناکی هستش اگه این کار براتون راحت به نظر میاد کمی عمیقتر به خودتون نگاه کنید که شجاعت این رو پیدا کنید که چیزی رو بگید که واقعا احساس میکنید بعد هم میتونید اعتقادات واقعیتون رو پیش حلقه دوستان نزدیکتون که واقعا بهشون اعتماد دارید بیان کنید این کار باعث میشه اعتماد به نفس و استقلالتون بالا بره و فضایی رو داشته باشید که ایدههاتون در اون منعکس بشه فقط یادتون باشه که همیشه پذیرای گفتگو و رشد باشید شما که نمیخواید توی اتاقی زندگی کنید که فقط صدای خودتون اکو میشه میخواید در نهایت هم وارد فضاهای عمومی بشید و بگید من مخالفم در محل کار، در کلیسا، توی مهمونی، حتی میتونید از این همه هم فراتر برید. یک وبلاگ راه بندازید یا کتاب بنویسید و هر آنچه بهش باور دارید رو اونجا بیان کنید. این کارها ممکنه ترسناک به نظر برسن، اما این ترسها محصول ذهن بدویتونه. به یاد داشته باشید که همه این دردسرها با کشمکش بین ذهن برتر و ذهن بدویتون شروع شده اما تصمیم با شماست که در نهایت کدوم یکی پیروز میدان باشن و کنترل اوضاع رو در دست بگیرن قدم برداشتن راه افتادن همیشه بهتر از ساکن موندنه با کمی هوشیاری و جسارت میتونید مشکلات جامعه مدرن رو پیدا کنید و واسه اونها راه حل ارائه بدید خب برسیم به خلاصه و به صورت خلاصه نهایی این کتاب باید بهتون بگم لازمه که ما نوع فکر کردنمون رو تغییر بدیم ما توی دنیای زندگی میکنیم که با روش ها و انگیزه های بخش ابتدایی ذهنمون سازگار نیست اما خیلی از مردم به اون بخش از مغزشون اجازه میدن که باورها و اعمالشون رو کنترل کنن این کار در سیاست های ایالات متحده به قبلی گرایی افراطی منجر شده که مانع پیشرفت اون جامعه میشه اگه ما هم بتونیم مثل یک دانشمند عمل کنیم و احساساتمون رو از خودمون جدا کنیم و همه چیز رو عینی ببینیم میتونیم جهانی بسازیم که روند رو به بهبودی داره این کار آسون نیست نیاز به خداگاهی شهامت حرف زدن و عمل کردن داره پرسیدیم که مشکل ما چیه قبل از هر چیزی مطمئن شید که خود شما مشکل نباشید امیدوارم حال و احوالتون عالی باشه و از این کتاب هم لذت برده باشید شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب های صوتی و پادکست های بیشتر هم به سایت سوخت جدات مراجعه کنید خداوند یار و نگهدارتون